بجام دیگه حالا نکشونو عجب اسمی گذاشتن روش گاف صندوق ها بلند کن بریم خفه میخوای همه شهر بفهمن اومدیم دوزی حواست باشه عشقوز گفته سعی و ساله میخوان تحویلش بدی یه خوری بیم جلو یه سایه دارم بگم زمین بزنی بزنی بریدم Thank you.
ولی واقعا کار سختی بود که خدا رو شکر انجام شد. همکار آدم که احمق باشه کار از این سخت‌تر میشه. بی تربیتی نکن. من قاطی زنم عصبانیشم. جبر رسمی ها. عجب رسمیه رسم زمونه، خدا میدونه رسم زمونه، میرن آدم ها از اونا فقط خاطر قاشون به جا میمونه. مدارک داخل گاف صندوق خیلی واسه من مهمه، سر قولم هم هستم. این 10 میلیون قابل 10 میلیون بود ولی فقط 3 میلیون سهم تو میشه. بسید که 7 میلیون باید خرج باز کردنش بکنم. شما بدین به خودم 3 سود براتون گاف صندوق وا میکنم. یه متخصص رو بردم، کریم شیره ای بیارش. تو انتخاب شما موندم، اون چشماش هم نمیتونه با کنه. بیا اینه. بله بابا، این که قربونت برم، این که بچه هست. این بچه هست؟ آره. آقا رو من بکنم تو بچه ای. آه بچه کجا بزرگ شدی؟ این که دماغش رو نمیتونه بکشه والا که. ای روزگاه، کریم خوش دست، کریم خوش دست. من بخنده، من بخنده. کریم خوش دستی که روز 10 تا صندوق باز میکرد، از دیوار راست میرفت بالا. اوگه یا آقای عشقوز، با هم دیگه تصویر حساب میکنیم. بازش میکنم. مال شماست؟ فکر کنم مال منه. اون البته قابلتون رو نداره. خواهش میکنم بفرمایید. البته مال من نیست، اگه مال شما نیست میتونم بندازم صندوق صدقات. یورو؟ صندوق صدقات؟ کار انگلیس هست خانم، اونا تا پشت مجسمه های ما هم نفوذ کردن. چقدر تقدیم کنم خدمتتون؟ قابل نداره. خواهش میکنم 50 تومن. بفرمایید. خواهش میکنم. آدم واقعا توی این مغازه از خود بی خود میشه. ببخشید شما به عتیقه علاقه مندی؟ آدمی که اصالت داشته باشه نمیتونه روحش رو از عتیقه جدا کنه. جالبه، توی این یه مورد خیلی باهاتون موافقم. فقط همین یه مورد؟ معلوم نیست، شاید موارد دیگه ای هم باشه. ببخشید آقا، یه همچین چیزی ندارین که جنس شیشه ای باشه؟ آقا به اونا دست نزن. میتونم دعوتتون کنم به یه قهوه؟ من یه کافی شاپ خیلی خوب سراغ دارم، میتونیم ستایی با هم بریم بشیم اونجا. یه قهوه خیلی وقت بسته، خیلی وقت بسته. پسر باغبونمونه، تو کار علفه. خیلی دوست دارم بیشتر با تو آشنا بشم. من شهباز سمسامی هستم، یه 16 قجری که اینجا دنبال هویت خودش میکرده. موافقم، البته با یه قهوه. این روزا تعداد کافی شاپ های جردن بیشتر از آدماشه. درسته. امیدوارم سعی نکنین اونجا هویتتون رو پیدا کنین. 100%. 100%. یه قهوه خونه سنتی میریم که کاپوچینو هم داشته باشه. موافقین؟ بفرمایید. ای بابا، کیفونم چی شد؟ معذرت میخوام آقا شرمنده، تا چند لحظه پیش کیفولم همراه بود و نمیدونم چی شد. اجازه بده داخل ماشین رو نگاه کنم، الان برمیگردم. ببخشید آقا شرمنده. تهران این روزا انقدر شلوغ شده که آدم ها هیچ جاش احساس آرامش نمی کنن. چقدر دلم به حال اون خانمه سوخت. چقدر جلو فروشنده ها خیت شد. اب تو تهران همینه دیگه، یه نفر توی خیابون پولش رو از دست میده، یکی هم دلش. متاسفانه انواع و اقسام آدمو پیدا میشه. دکتر، مهندس، تاجر، دوست، کلاهبردار، شازده.
شزده قلابی کلا بردار، وقتی کیفو میزدی دیدمت. حالا اون شکر بده. شیرجی گوش کن خانم، میخواستم موقعی رفتن یه چیزی بهت بگم، همین الان میگم. اون کیفی که من زدم الان جز دارایی توه. انگشترت. یه چیزی بگم یادت باش، این نگینش قلابیه. راحت باش، من به کسی نمیگم. البته من متوجه شدم شما ازم زدین و خواستم آوانس بدم که شما یه وقت ضایه نشید. برکلا. ساعت چنده؟ پنج دقیقه عقب بسید تنظیمش کرد. خوشم اومد جفت یک. تا حالا شده دو یک بشی؟ آره؟ حتی هم دلخور نشو، اما اینک جدید اینجاست. خیلی سرعت عملت بالاست. تو کی هستی؟ من همونیم که وقتی یه روز رفتم توی مانتو فروشی تو خیابون جردن، وقتی اومدم بیرون هیچ کدوم همون 50 تا مشتری که اونجا بودن دیگه پولی برای حساب کردن نداشتن. سام سسوت؟ سام خودتی؟ آره خودمم. باورم نمیشه. Who are you؟ من نسیمم، نسیم چپتر. حوضه تو نمیخوری؟ سپر دست گربه. اوه چه خبر تو نمیشه کمیرزی؟ اینقدر شکر دوست دارم؟ مال مفته دیگه. آخی تموم شد، باید دارم شکر بیارم. آره شکر سم میزه هست. کیفو پیدا کردن؟ آره نقشت گرفت. فقط یه یاد داشته از یه خانمی به اسم کیمیا، میشناسیش؟ کیمیا؟ نه. دروغ نگو، تو گاه صندوق شرکتشو بلند کردی. ببینیم گاه صندوقو برگردونید 20 میلیون پول بگیری. آدرس و شماره شرکت چم نوشته؟ تشم نوشته، حتما با من تماس بگیر. خیلی خوبه، میریم سراغ گاو صندوق. فکر بدی نیست. بهترین فرصتی که با اشکوز تصفیه حساب کنن. به نقشه من شک داشتی کیمیا؟ حیوای من. نه عزیزم، من به نقشه تو شک نداشتم، ولی خدا کنه که سر و کلهشون پیدا بشه. اینطوری راحت ترم به مدارک خدا کنه. بریم. سلام، بازم شبی از شبها، بازم منو مهران و سامی سسود. مرسی، خیلی ممنون. خب اجراهای ما رو که دیدید با ما آشنایید، منتها امشب یه اجرای ویژه داریم با یه مهمون ویژه. مهمونمون کسی نیست جز آقای آرش میر اسماعیلی، مطمئنه رو نمیشناسید، دارنده مدال طلا در رشته جودو. خیلی ممنون، بچه آماده این؟ بریم، بفرمایید. آری از ماه و گل زیبا تری، آری همچون پری افسونگری، آری دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من.
هم جانانه ای اما در دل بری افسانه ای اما اما ز من بیگانه ای اما آزرده هم خواهی چرا تو ای نوگل زیبا افسرده هم خواهی چرا تو ای آفت دل ها پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری همچون پری افسونگری آری دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من هوشنگ هوشنگ پاشو هوشنگ هوشی حسنگ یافتم چی شو یافتم؟ یکی هستی دیگه یکی هستی اینجا و من کیم؟ اون دختری کیه؟ هر دفعه که میام باید بهت بگم دیگه من هم خونه تو هستم این دخترم الان من بهت بگم کیه از تکلیف اینو روشن کنم عجب مارمونک بردارم اینو و سلام آقا سامی سیستوته این دیگه کیه؟ حالا چطوره سامی؟ خوبی سامی؟ این هنرمنده از این بچه های زیر زمینی هنرمند زیر زمینی که میگن خواننده زیر زمینی همینه خوراکش گند زدن به شعرهای مردمه کردن سیگار خیلی کار سختیه من این کار کردم الان یک هفته و 9 ساعت و 32 دقیقه و 4 ثانیه است الان شد 5 ثانیه آقا من تئوری که دارم واقعا اینو جدی میگم میتونه دنیا رو بهتر کنه همینجوری تکون نخور الان خودتو داره تکون میده آقا گاف صندوق رو باید برگردونی میفهمی یعنی چی؟ بری بری نگو مخه تکون خورده گاف صندوق چیه؟ گاف صندوق یه چهار دیواریه به جای اینکه توش آدم نگه دارن پول نگه میدارن ای باری کلا حسی حسی جان تو به جای اینکه مغز خودتو درگیر این چیزای پیچیده و فلسفی بکنی برو تو ملودی سامی جون تئوری من خیلی تئوری مهمیه میدونی من دارم روی این فکر میکنم که باید رفت سمت زندگی مدرنیته یعنی که فکر کن ما رام کردن زن سرکش دومو به چاپ برسونیم میدونی همینجوری میتونیم بریم جلو از برداشت و کتاب و چیز همجور پولدار میشیم همینجوری سکه آی پولدار میشیم آخ آخ پولدار میشیم آخ آخ ترخ تروخ آخ آخ سکه پلو وای وای اسکنس پلو آخ آخ الماس پلو وای 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 آخ آقا جون حاله چطوره ره 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 والا خیلی خوشبختی تو این همه آشغال داری زندگی میکنی که همت هم نیست دوباره باید اون گاف صندوق دزدیده بشه باری کلا وجدانت بیدار شده خوشم وجدان یه گاف صندوقه که شما دو نفر هیچی توش ندارید اسی جان به چه که به مغزت فشار بیاری برو موهات دموشی که یه ذره به دخنی برو دوزی رفیق کثیف‌ترین کاره باری کلا خوش آمان راستم اینه من روز تیزی یا نه آره هستم ماشین لباس شوی کجاست من چه میدونم ماشین لباس شوی کجاست من فکر نجات دادن دنیا آقا فکر شستن رخت و زیر پوششه گاف صندوق مال یه زن است به نام کیمیا گفته اگه برام برگردونین 20 میلیون بهتون پول میدم 20 میلیون؟ ولی کار سختیه چون باید بریم به جنگ پدرخوانده دون کارلونه آه بله
ولی حله حله، میدونی چرا حله؟ چون که باز کردن اون گاف صندوق کار هر کسی نیست، گاو نر میخواهد و مرد کهن. بابا شیکمت بره. ماما، مامان جان، ماما خانوم، پاشو دیگه، امروز پنجشنبه سا، انگار یادت رفته وقت فالگیری دادیم. دیر کنیم هیچی کاسب نیستیم، بعد خودمونو درست کنیم، کلی کار داریم، پاشو دیگه. آخه دختر چرا دست از سرم ور نمیداری؟ اه داشتم خواب بابا تو میدیدم، رسیدونم به جای خوبش. حالا غصه نخور، فردا شبم وقت داری. رفتم برات نون تازه خریدم و تخم مرغ، میخوام یه صبحانه مشتی درست کنم. پاشو قربونت برم، پاشو. صبحانمو بیار تو تختم، یاد بکتاش بخیر. هوشنگ ببین، تو الیاس رو میشناسی؟ دیدمش. ها؟ دیدمش. نه. تو عموسام رئیس جمهور امریکا رو میشناسی؟ دیدمش؟ نه. منطقی بود. ببین الیاس شنیدم رفته تو دار دسته اشکوس. عجب خبر نابی بیندادی. دمت کرد. ببینی من باید برم، پدیده فرار مخصاص در مرز میشه انجامش بره خود گریه خود بپرم. منم میبری؟ پدیده فرار مخصاص، نه سیرابی. برو بابا عقب مونده هستی. ماشین لباسشویی کجاست؟ اون پاشته، پاشته پرده. اینه هاش دیگه. شب با شب گیری کردی، پس اون نقشه یه سرقت رو بکش. قدرم آمریکا. آره اونجا میتونم نظریم رو ثابت کنم. از کجا معلوم کره زمین لوزی نباشه؟ شاید هم شیش ضلعی باشه. آره آره همینه، لوزی. امریکا رو بیخیال شو گاف صندوق. بابا جان اون گاف صندوق رو بیخیال شو، برواز کردن اون گاف صندوق یه تیم میخوای. اوکی آقا منم هستم، از زندگی تو طبقه متوسط خسته شدم. اسی جان شما بگی بخواب، فاصله طبقات ریشتریه. هوشنگ، هوشنگ. های بابا نمیزنن که. بله بیا یه دقیقه. خوب اومدم بابا، از سیگار من نمیدم بابا. بدش کن بگیرش، بگیرش دیگهش دار. خاموشه. بس دیگه داری چجوری نگاش کنی؟ مخ توی که خاموشه. بتکونش. بفهمی. حله؟ حله. حالا شما بچلونش. بله. رسمم تحصیل. بله من میشتم و میزنم که چپارت میکنم. شوخی ندارم با تا. این رسم زندگی نوابقه. از انیشتنگ تا همین اسید. الدنگ الکن خودمون. جان؟ با من بودی؟ اسی جان شما بگی بخوا. شما برو تو ملادی. اوکی آقا بچلو. امان از دست تو و این اسی. روشنگ گفتی واسه این گاف صندوقه نیاز به یک تیم داری؟ باره آره با این دختره آشنا شده به نام نسیم. شادوزه. ماما خانم هنوز زیر پتویی؟ بیا برات صبحانه آوردم. چه خبرته؟ سلام دخترم. سلام. عجب تو خمرقی، دست دخترم درد نکنه. عجب خوابی بود، ده باره دارم این خوابو میبینم، میرسم به صحنه حساس تو من از خواب بیدار میکنی. دست به زنگ نکنه. مامان اینقدر نشین این سیدیای قاچاقو ببین. خدا بگم این سینماگرا رو چی کار کنه. ما از کار و کاسبی انداختن. چه کاسبی خوبی داشتیم ها. اومدن جمع شدن، خیر سرشون بیانیه دادن، ما رو به گدایی انداختن. یم زدن به کاسبیمون. سیدی قاچاق دزدیه. دیروز با یه شازده آشنا شدم. تتوشو دروردم، فهمیدم سامی سسوته. جیب بر خیابون جردن. خبریه؟ نه. چطور مگه؟ آخه اسمش که اومد همچی یه نمور لپات گل انداخت.
یاد خودم افتادم. اسم بکتاش که می اومد بود پای منم همینجوری می شود. سلام خانم، خسته نباشید. شما کیمیا اربابی هستی؟ بله. شما باید همراه من بیایید. چی؟ میگم با زبون خوش بیا. یا این تو مثل اینکه منو نمیبینی. شماره اینا که چنده؟ این 5 این 4 کلا 9 آستیگما. شما هم خیلی خیلی رنگی میبینم. ببینم اینا که تو بفهم. برو مگه بریم آقا. من کجا؟ آقایمو، خانمو، کمک کنیم. پسمانه ها را باید بخش عمده ای از درآمد کشور رو به این مواد تقلبی اختصاص بدن. ما در این بخش نیازمند تولید هستیم. نیازمند تولید مواد آرایشی ایرانی و رسیدن به یک چهره زیبا از یک بانوی ایرانی که اتفاقا در فرهنگمون هم به اون اشاره شده. تو احمق باز دوباره گاف دادی؟ این زنه نباید به این همایش میرسید. اولاق هنوز گاف صندوق رو باز نکردی؟ مجسمه بلاحت. پس امروز نیازمندی که خیلی جدیتر به این مقوله این تاثیرگذار در اقتصاد کشور بعدم میگم. ساکت باش، میخوام تمرکز بگیرم. که متاسفانه بیش از 50% این مواد تقلبیه. همکنون 300 شرکت غیر مجاز در این عرصه فعالیت دارن، یعنی یک شبکه گسترده مافیایی. امروزه 5 میلیون نوع مواد آرایشی در دنیا وجود داره که تنها 1 میلیون نوع از اونها استاندارد هستن. در تحقیقاتی که انجام دادم برخی از این عوامل رو شناسایی کردم. خوشبختانه دیگه هیچ مدرکی نداره که در این مکاری میکنه. اما متاسفانه مدارک ناپدید شده. اما من به شما شخصا قول میدم این مدارک رو پیدا کنم. افتخار خانوم اربابی. دست دست کاملا درست میفرمایدشون. آزمایش به وقتی بهداشتی باشه همه چیزش خوب در میاد. خانوم ها میتونن با خیال راحت روز لب و روز پلو بکشن. آقایون هم هر چیزی دلشون میخواد بکشن. چطور بود؟ من و شما میتونیم یه زوج آزمایشگاهی بی نظیر بشیم. این هم تقدیم شما به عنوان استارت کار. کیمیا جان، به نظر تو تو این سه تا آرایش مقدار کمی زن هم وجود داره؟ الان نسیم سلام. نسیم، میخوام بیام خونه تو. آره با یکی از دوستان برای خواستگاهی. الو، الو نسیم، سلام، خوبی؟ آره دلم خیلی برای تنگ شده. نسیم دست دلم به کار نمیره. چرا؟ اون سامی سه سوت دیگه یه سوت هم نیست. دست درد نکنه جوون، بیا پیرشی، اینم مال خودت. گرایش،
اینم انعام، برو بگو یه جوان خوشتیپ سوار کردم باحال بود به من انعامم داد. دست درد نکنه که پول خودمو به خودم پس میدی. الیاس توی؟ نه خودم نیستم، نمیدونم شاید خودم باشم، دیشب که خودم نبودم الان نمیدونم. جون تو اصلا نشوخ. الیاس ریختم به هم. جون من زرد دستم دیگه اونجوری اوکی نیست. جون من جون تو آیه وجبی رفیقامو نمیشناسم. جون من ببینم از روزی که رفتی کافی شاپ به این طرف خمار قهوه نیستی. چرا؟ ببینم اون جایی که نشسته بودی سر اون میز دو تا صندلی بیشتر نبود نه؟ آره آره. ببینم پول میز تو حساب کردی؟ آره. نشه ای بارو بابا من سیگارم نمیکشم. نشه نشه عشقی عشقی دیدی حالا؟ بفرمایید آقا. بفرمایید دست شما در نکن. کیمیا خانم؟ شما؟ من سام هستم. اه جالبه، پس سامی سه سوت معروف که میگن توی؟ بله البته شما هرچی دوست داری صدا کنی. اشتباه گرفتی. من کیمیا هستم. بله چه خانمی، خوشبختم. ایشون؟ من خواهرشون هستم. بله چه شباهت زیادی هم داریم به هم. میتونم اسمتون رو بپرسم؟ مستانه. به 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 خیلی خوبه. از میخوام اون عکس شوهرتونه نه؟ وا خاک عالم، من شوهر ندارم. شوهر منه. توی تصادف از دست دادمش. بله واقعا براتون متاسفم. بایدم متاسف باشی آقا، نتیجه 2 سال تحقیق منو دزدیدی. اسناد توی اون گاف صندوق میتونه آینده منو تضمین کنه، رقیبمو از بین ببره، ولی تو معروف ترین جیب بار جردن. در واقع شغل من جیب بری نیست، من کار فرهنگی میکنم خانم. فرهنگی؟ بله خانم من خوانندم. حاشیه نرو آقا، برو سر اصل مطلب. تو تحقیقات منو به باد دادی، بیچارت میکنم. شرکت فروش مواد آرایشی تو خیابون جردن دارم. فله‌ای میخواین یا دونه‌ای؟ یعنی شما مواد آرایشی رو به صورت فله هم میفروشید؟ ای بابا ما موادمون کیلوییه. که بدون شک مجازم نیستن. امروز کی دیگه فرق بین مجاز و غیر مجاز رو میدونه؟ بریز تو بازار بذار استفاده کنن، مهم خوشگل شدنه که از مواد ما برمیاد. بقیه‌اشم که یه سوده میره تو جیب منو جنابالی. اوکی من فکر میکنم با زیر مجموعه هم بتونم ماهانه خیلی توضیح داشته باشم، مثلا یه تون. یه تون که چیزی نیست، تازه اگرم نبود میدم بچه ها لابراتوار سریع درست کنه. باشه پس من مزاحمتون میشم. پس به نتیجه رسیدین با من تماس بگیریم، اینم کارتم. شما خانومه؟ اربابی هستم با اجازتون. سلام رئیس، یه خبر خوب برات دارم، یه مشتری خوب، یه تون میخواد. چرا شما مردا تا یه ذره تنها میبینین میخواین قربونیش کنین؟ چی پیش خودتون فکر میکنین؟ خانم باورتون نمیشه، من خودم یکی از طرفداران حفظ حقوق بانوان در جامعه هستم، من یک فمینیستم. فایلا رو چرا پاک کردی؟ دستور بود. دو تا راه حل بیشتر نداری؟ خب؟ یا اینکه تحویل پلیست بدم؟ قطعا این راه حل درستی نیست. فکر میکنید عملی باشه؟ شما هیچ مدرکی راجع به من نداری. یه دوربین مدار بسته تمام تصویرهای تو و اون دوست هپلی تو ضبط کرده. کمدی ترین فیلمی که تا حالا دیدم، حتی خنده دارتر از لورل و هاردی.
هول نکن، تو اینجا مهمونی، چی میل داری؟ چای یا قهوه؟ هیچی هیچی، فقط راه حل اول رو فراموش کنید. موافقم، اما تو به من بدهکاری، چون آبروی منو پیش پلیس بردین. اگه نجنبم ورشکست میشم، چون اشپوس و دارو دستش سموم مختلف و جای مواد آرایشی خیلی ارزونتر از ما به بازار میدن. خب مردمم میخرن، اگه پای پلیس بیاد وسط ممکنه اونا بفهمن جای شرکتاشون رو تغییر بدن. اگرم تو بری زندان ممکنه پرونده قضایی خیلی طول بکشه، در اون صورت هم من ورشکست میشم. ولی اگه با من همکاری کنی موافقم. شما از این لحظه بعد منو همکار خودتون بدونید. ولی من همکار یه دوست نمیشم. دوست چیه خانم؟ من عرض کردم خوانندم، من کار فرهنگی میکنم. خب آقای هنرمند، همونطوری که فکر میکردم باهوشی. اگه اون مدارکو به دست من برسونی 20 میلیون کاسب میشی. پیش پرداخت. اوکی، همین بس؟ بله خانم. زنگ بزن به 110. عصبانی نشید، من شوخی کردم. همین بس؟ بله خانم. چای. برگردوندن اون گاف صندوق از شرکت اشکوس کار خیلی سختیه. اون یه تیم محافظ داره، من به تعداد بیشتری نیاز دارم. دستمزد رو میبرین بالاتر؟ همین بس؟ بله خانم. البته شوخی کردم، خودشه، اشکوسه. بله؟ میدونستم باز کردن اون کار شما نیست، نگران نباشی، فردا من میام اونجا به اتفاق دون هوشنگ. آره منتظرم باشین. بای. خوشبختم اونا نتونستن در گاف صندوق باز کنن چون رمزشو نداشتن. موافقی رمز گاف صندوق رو من بگیم؟ شرمنده که مدارک رو بردارین؟ من گاف صندوق رو میخوام، همون جوری که بردینش همون جورم برش میگردونین. تا وقتی ندونین رمزش چیه جای مدارک امنه. حالا نمیشه رمز گاف صندوق رو بفرماییم؟ همین بس. بله خانم. این فقط یه شوخی بود. بر صورت اگر با من کاری داشتین با من تماس بگیرین، این شماره منه. فعلا. موسیقی صیقل دهنده روح و روان آدمی زاده، از بدو تولد تا به امروز. پس قشنگ تمرکز داشته باشین، شروع میکنیم. امشب در دل شوری دارم، امشب در سر شوری دارم، باز امشب در آج آسمان. چند روزه که حرف نزده، شاید شما رو ببینه یه چیزی بگه. ببخشا که بهت سر نمیذارم. حق داری بهم نگاه نکنی، اما با اون قهر نکن. به خدا از سیر گرفتاری و بدبختی همه مادر، خدا میدونه که خیلی دوست دارم ببرم پیش خودم، خیلی دوست دارم، اما تو میدونی که خونه حق خودم ندارم. میبرم پیش خودم مادر. میدونی با یه دختری آشنا شدم به نام نسیم،
اگه تو اجازه بدی میخوام برم خواستگاریش. میخوام ازدواج کنم. میخوام خونه بگیرم، ببرمت پیش خودم، کنار خودم حست بکنم. میخوام خودم ازت مراقبت کنم مادر. قول میدم میبرمت. قول میدم. نیستی و داغت به دلم، با رفتنت جوونه کرد، شکوفه کرده رنگ شب. خب بعد بریم خواستگاری این دختره نسیم خانو. آره دیگه، خاطر خواست شده دیگه. نظر من اینه که خیلی آتیشت تنده. یه نموره سب میکردی گفتمانی، بالاخره میذاشی زمان بگذره همدیگر رو بشناسید. نمیدونم میل خواهت دیگه. سیبیل هم نمیدونم چه بلند نمیشه. بودو هوشنگ جان، بودو. این چه لباسیه هوشنگ؟ خواستگاری این چه لباسیه؟ بله این تریپ قالی هنری یا که اسپورت. باشه اسپورت. این گره کروات جور در نمیاد، درستش کن. کروات. کروات. میدونی این چیه؟ کروات. این خط باریکیه بین زندگی سنتی و مدرن. خب با نمک حالا که چی؟ که چی؟ به چرخ تا که چی شود بگم. گره باید این جلو باشه. میدونم میخوام کرباتی که درست کنم. درسته ببین، مراقب یقه باش این اتوش خراب بشه زایست جلو اونها. میدونی چیه سامی جون؟ اصولا آدم ها دو دستن. خب اونایی که تناب دار دور گردنشونه و اونایی که دارن تقلا میکنن. تو کدومشونی؟ پول رد کن بیار. پول پول رد کن بیار. سب کن بابا بیار. به منو میزنی؟ بقیهش بقیهش داره داره بقیه داره بیار. بقیهش یه بقیه نداره بجورت دو شده شده مسخره. بیا گیره که برو. حالا برات دارم. دو ساعته این قیشقیش نشیده. کتم سوخت. ماشین کیه؟ ماشین خودم خرابه، ماشین شهرامو گرفت. ساختمون هلو بسه تهرون چقدر بزرگ شد، اصلا نایده بودم اشا. اون که بزرگ نمیشه مغز تو. آش درست صحبت کنم، میزنم تیکه پارت میکنم. هیچیه میگم اه. آقا اینا رو سوار کن، یه دو تا مسافر بزن. نگه رو اینا رو سوار کن. چرا؟ بای خود تو دار باش. آقا همین نرخ تورم چقدره؟ عزیزم این چیزا رو ول کن، داری میریم خواستگاری، یه کمی رعایت کن، آبرو میره. خواستگاری یا دزدی؟ برای ما که فرقی نمیکنه. ما هم در صورت میریم دختر مردم رو میدازیم میاریم خونه دیگه. مادرم شوکت، ایشون سام هستن، ایشون هم دوستشون آقا هوشنگ. خیلی خوش آمدی سامی. سامی چیه با سوزنت گیر کرد؟ یادت شکلشو میپرسیدی؟ همین شکلیه. شکل چیو؟ شکل عشق. ببخشید اسم شما چی بود؟ نسیم. تو رو نمیگم. شما؟ والا از قدیم ندیم به میگفتن شوکت. فشارم افتاد، ببخشید یه کمی آب قند دارید، من شرمندم.
داری بازی میکنی؟ شماره رو گفتم بگی. چشم آقا، چشم. بجون. آقا در دسترس نیستم. معلوم نیست این دوتا کجا. خلاصه جنسه رو تا کردم گشتم کجا پشت گوشم. چون همیشه پشت گوش محکمترین و امن‌ترین جاست. بعد شروع کردم دویدم، 5 دقیقه رسیدم تای شابو. مگه شابو تا داره؟ چرا میزنی تو سرم؟ بابا من زندگی پشت گوشمه. آخه کجا افتاد؟ میخواستم اگه اجازه بدیم با نسیم ازدواج کنم. من حرفی ندارم، ولی باید مامانم اجازه بده. مامان اجازه میدی؟ بله. سام بله رو گفت. آقا نیستم. بگی گفتم. به خدا نیستم. بگی دو مرتبه. دو دقیقه یه ثانیه، دو دقیقه دو ثانیه، دو دقیقه سه ثانیه. آفرین الاتومی، آفرین. عجب نفسی، چیکار کردی؟ آفرین، رکوردو شکستی. این داره قرار میشه. چی؟ وای قرار شد. آه بابا رضا خون پر را بسته آخری کردی بابا. شرمنده وزمون یکم زیاد شده. بس چرا بلد نیستم. باید از بکتاش اجازه بگیرم. بکتاش؟ خدا بیامرز بابامو میگه هر شب میاد به خواب مامانم. این دوتا قمری عاشق هم دیگر رو دوست داشتن. خدا آماره خدا بیاماره. ببخشید نمیشه همین الان یه چرتی بزنید هم اجازه سام و نسیم خانم رو بگیرید هم اجازه خودتون رو. اجازه خودم رو؟ واسه کی؟ واسه خود. ببینم مگه شماها نیومدین که با هم دیگه بریم دزدی؟ ها؟ بابا کسایی که غرق میشن اولین چیزی که میگن مامانه. فندک ببخشید شرکت خانم چی شد؟ آقا بکتاش چی گفتن؟ خدا بیامرز اجازه داد. من مجبورم به عشق تمام سالهای زندگیم پشت کنم. این سیاست خوبیه. به به ما فهم کردیم خودمون زرنگیم. شرکت خانم با من ازدواج میکنی؟ با اجازه بزرگترا بله. فقط من از مرد سیگاری و معتاد متنفرم. آخه ای بلا. خب ببین با این حساب من میشم پدر نسیم خانم، یعنی پدر عروس خانم. برای همین بعد اجازت رو عمم بگیری. حالا اجازه بدین دخترتون رو بگیریم. چی؟ پاچه‌شو؟ منظورم اینه که میتونم باش ازدواج کنم. پدر نسیم خانم. منظورم اینه که پدر دختر میتونم با دخترتون ازدواج کنم. خب بعد رضایتش رو بگیم. سامی جون رضایت دختر خیلی شرطه. نسیم بابا حاضری با این پسرک آقا سام ازدواج کنی؟ فقط ببخشید شرکت خانم من یه خواهشی از شما داشتم. میخواستم که بی زحمت اگه این دفعه چرت زدین
از این آقا وقتاش خواهش کنید که دیگه مزاحمتون نشن. میدونید چرا؟ چون ما مرد ایرانی یه نموره غیرتی هستیم و بعد قاطی کنیم بعد دیگه میترک کنیم دیگه. خلاصه از این بابت من خیالم راحت داشته دیگه. چیه؟ هیچی قربان، استرس واسهتون خوب نیست. تو چی میگی دیگه بابا؟ قربان، مدلش خیلی قدیمی بود. چون مغزت هم اندازه اون هیکلت بود. بچه ها ببخشید ماشین خودم نیست، ماشین خودم تعمیرگاه، ماشین شهرامه. یه وانت هم میخواییم. همین خیابونو بپیچ بریم در خونه اصغر مارادونا، وانتشو تا شب کرایه میکنیم. فقط یادتون باشه وقتی رفتیم اونجا در شرکت وای میستیم، بعد شما بیاییم پایین بریم. باشه. آقای دانوشنگ، دانوشنگ، دانوشنگ داره با چشماش مامانه. ببخشید. خب بعد از این صحنه بسیار احساسی نوبت حرفای جدی میرسه. خب ببین سامی جون، دقت کنید، من سکه میندازم، هر کی برد میره کجا؟ منزل شرکت خانوم. هر کی هم که باخت میره طویله ما. از من سکه رو میندازم، یادت باشه هر چی که شد نصف به نصف. موافقم، بنداز. شرکت خانوم زحمتتون رو کشن، بفرمایید. دست شما در من. خواهش. اوف شیر. آره کلا ما بردیم. نه چی بردیم؟ ما بردیم. نه نخصیم. بده نوبت منه. بیا بیا بریم. شیر بودیم آخر. شیر. کاتر. شیر بار. شیر بار. خب یه مسئله ای که باید دقت کنی اینه که ببین سامی جان، شما نیروی کار هستید، ما نیروی فکر و اندیشه. هر چی در اومد نصف نصف. باشه باشه قبوله. مبارکه، دعوتتون رو شیرین کنین. فردا میریم ازدواج، البته بعد از سرقت. ماشاءالله سرعتتون خیلی زیاده ها آقا هوشنگ. ببخشید پس مهریه و شیربها چی میشه؟ خب اونم مثل جهاز دیگه. آقا به سلامتی خودمون این کف مرتب بزنین. هورا هورا. به ماه آینده فکر کنین، به ماه عسل. اینقدر عسل بدم که بترکی. وایسا وایسا اونجاست مامان، ما پیاده میشیم با وانت میریم، شما جلوتر برین، ما پشت سرتون. نه نه تر خدا، نامزدم هم من جدا نکنید، من طاقت دوری نامزدم رو ندارم. چند دفعه گفتم که من بچه یه لب خط تهرونم، اون گنده گنده هی تهرون، سلطان جنوب شهر، اصغر آقا مارادونا. هنوز از مادر زایده نشده کسی که بتونه از گل بالاتر به من بگه، چه برسه به این که امر و نهی به من بکنه. شیفم شد؟ نمیذارم بری مگه اینکه از رو جنازه من رد بشی. به آبروریزی در نیار، پول توشه. برو دنبال کاره. ده برو دیگه. هوشنگ میتونم یه خورده با جدی صحبت کنم؟ آره من همیشه جدی هم، بگو راحت باش. تو واقعا میخوای با شوکت ازدواج کنی؟ دوباره میخوای عاشق بشی بیفتی تو تیمارستان؟ ببین اگه اون موقع من رفتم تیمارستان برای این که من دانشجوی فلسفه بودم، یه جورایی مخم از همه جلوتر بود، مثل عجب جایی بودا. ببین یکی نقاش بود، یکی شاعر بود، یکی نویسنده بود، همه نابغه بودن. ببین یکی بود اونجا فکر میکرد کتابه، تا جلدش نکردن آروم نگرفت. ببین البته اینا بهت بگم ها، من هنوزم عاشق اون دختره هستم ها،
دلیل اینکه از شوکتم خوشم اومده اینی که شوکت یه جورایی شبیه اون دختره است. البته خب سایز دویچ نه سیز ازدواج فیلم فارسیه که نقش اصلیش خودتی. ببین روشنگ، همه فکر میکنن تو احمقی، اما نگاه من توی فیلسوفی. کجا هانی؟ گردش. تو کیفت چی داری؟ هیچی عزیزم. رضا تفتیش. بدن کار میکنی؟ چطور مگه؟ ماشاءالله ببوسم تو پهلو. هانی دوباره دزدی؟ وای 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 چه کار بدی؟ برو عزیزم خودم خوبشو برات میخرم، اینا مال مردمه. بده برو. باش خدافظ. خدافظ. بابا جون شما چرا نگرانی؟ قربونتون برم، من که گفتم کارتون درست میشه به شرطی که فقط یه بس به من برسونی. 16 دقیقه و 4 ثانیه جون مادر بیا بیرون، داره کلی هم میتر که رکورد قبلت هم شکستی. بیا بیرون آقا هم بده. بابا چایی کی میخوره؟ چایی میخوره سرما خوردم. بیا برو بابا جان کار کنم عزیز من. این شیلنگ سیفون خراب بود، داشتم جوشش میدادم. بله به حشایو. بیا برو بیا برو. سوختم سوختم. چکرز سلام الی اتمی. گفتی اتمی؟ مفندک اتمی من چیکار کردی؟ دو درست کردی رفت؟ ببینم هنوز خمار قهوه ای یا نه ترک کردی ها؟ یه بستو بدید من کارتون رو درست میکنم. ای بگم چی کارتون اینجا سر ببریم بیرون. دیدین گفتم کار این نیست. کار این هست مطمئنه که دقتش خیلی زیاده. یه دو هفته طول میکشه تا قربونت برم. پاشو عزیز دلم، پاشو پاشو بریم بیرون. الان من یه کاری میکنم همچین بهتر که نگو. پاشو 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 قربونت برم. تو بعد من خودم میترکونم. بیا بیا. نه پسر جون بریم سر اصل مطلب. این گاب صندوق دست خود تو میبوسه. آره جون تو. آقای پول همون چه میشه؟ باقی پول رو باید خرج این جنازه که رفت بکنم. آقا پسر شما بقیش بده به من، خودم خرجش میکنم. پس معامله همون نمیشه. تو حق انتخاب نداری. حسین با یه گروهی پشت در منتظر من. خب کافی که من از این دفتر بیرون نرم. باش باشه، من آدم خوش حسابی هستم. عاشق آدم خوش حسابم. در خدمت. رضا الیاس حواستون بهش باشه، جون نخوره ها. من اون مدارکو میخوام. تا شب کسی از این شرکت نمیره بیرون. اینجا چی کار میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ مگه خیابونو خریدی؟ آه اینجا تره صحبت کردن با یه خانومه. شما لطفا خفه. چند سالته؟ چه ربطی داره؟ اینجا وایس وایس. نه
الله الله. بدم میاد از مرد سیگاری و معتاد. به آقا هوشنگ خوبی؟ چه اینجوری کنی؟ دریا رفیقمونو چه طرز مرد؟ من یادم متشکرم آقا ولکن سیگارا بده سیگار بده بردش ولش کن امامان دارن میبرن ببرن بریم بجام بجام دیگه اسمت باش خیلی خوب علی این ماجرای کتک خوردن چی بود بالاخره؟ کتک نخوردم که کتک زدم. ده نفرشون رو؟ ده نفر که 20 نفر بودن. پسر میدونی اشتباهش کجا بود؟ همه تک تک می اومدن جلو. منم تک تک میزنم. یه چپ گراس، یه چپ گراس. یکی هو برگشتم دیدم واو. سه تاشون دارن با چوب میان سمت من. سوختم 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 چون سوختم. ببین من چشم عین مگس کار میکنه. خوش آمد. خیلی تیزی. اگه دست من و تو دو دست هم باشه میدونی چه اتفاقات خوشی میفته؟ میدونی چقدر پول دار میشی؟ چقدر؟ اگه این گاف صندوق رو برسونیم به دست خانم کیمیا 20 میلیون گیرمون میاد. نه 20 به شرط که این دون هوشنگ نباشه. آه خوب گفتی خوب گفتی. من از روز اول از اون خوشم نمیاد. آره 10% بمیرم. نه 20% نه 30% نه 60-40 نه برو بابا دیگه 50-50 موافقم. فکر نمی کنی یکم این محکم زدی تو سر بدبخت؟ نه ای بای فکر خیلی خوب بچه حالا فقط مونده روش گلش. حالا اینجا رو نگاه کنی آی خودش بای ریمیلش که آدم رفته بزنم یه ریمیل بده. خب دیگه دخترها نقاشتون تموم شد. ببخشید 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 ما که سه نفر بودیم بچه چهار تا ببخشید. خانم اربابی خانم اربابی کاش میتونستین خودتونم این شکلی آرایش کنی. واه مگه ما چمونه؟ اگه یه نگاه تو آینه بندازین متوجه میشین. مثل اینکه تو شرکت ما مصرفمون بیشتر از تولیدمونه. خسته نباشید. چه خواهش می‌کنم گلم. چه سرفه می‌کنی؟ خسته نباشید دیگه. بابا من که کاری نکردم خسته میشم چی؟ بابا مرد. هوشنگ کو؟ هوشنگ دار و دسته اشکبوس کدبسته اومدن بردنش. در ذهن بگم و یه پاکت سیگار دستشون. من از مرد سیگاری بدم میاد. دیگه نمیخوام ببینمش. آقا جون من بارم رو تحویل گرفتم. از الانم ساعت میزنم. بپر بری. بله کجایی؟ جردن؟ گفت صندوق رو بردین؟ باشه جلوی در شرکت میبینمتون. آه سرم آه چی بود؟ کی بود؟ چی زدن تو سرم؟ آه گفت صندوق؟ هوار احمقا احمقا آدم ها دو دستن یا احمقن یا باهوش. منتها آدم های من یه دسته بیشتر نیستن همه احمقن. سلام پسرم. چرا شما دوتا شیطون بابا رو اینقدر اذیت میکنی؟ من خودم دو برابرشو بهتون میدم 40 میلیون. نه به من اطمینان کنی؟ برگردین؟ الان شماره حسابتو بده من بریزم تو حسابت. کجایین؟ جردن؟ نگهدار نگهدار. آقا به شما چه میتواصل که چی صدا اینه میشتری؟ چی کار داری ما کجایی؟ بابا جون آخه آقای پرسید کجایین؟ فکر کردم شما ها نمیدونین. جردن این دیگه
آقا جون مادراتون ول کنین، 40 میلیون ها. 40 میلیون جون من؟ چی؟ خب بابا دور بزن از سر مارمولک، دور بزن 40 میلیون بابا. شاکت خانم، شاکت خانم 40 میلیون تومان. ببینم کرایه‌تون میشه دو برابر، قبوله؟ آقا حل مشکلی نی، حل. برو دیگه اصغر مارمولک. واسه چی عادت می‌زنی؟ بابا این پا مسلوقیه، نمیدونی؟ فولاد خالصه، قبوله؟ قبوله دو برابر، حله بریم، کرایتون دو برابر میشه، بریم حله بریم آقا، بریم برو بریم بریم. من فکر میکنم دو سه بار دیگه این جردن رو بریم پایین و بیاییم برا میلیاردر میشیم. این چرا به خودت میگی مارادونا؟ یه دفعه جنوب شهر ما با تیم سلطان علی پروین بازی داشتیم، بچه ها سلطونه گرفتنش، ما هم توپو زدیم وسط گل خودمون، تو گل خودمون زدیم ها. از اون موقع اسم ما رو گذاشتن اصغر مارادونا. آره جونم، آقا بچه ها جنوب شهر دو تا عشق بیشتر ندارن، یکیش سلطان علی پروینه، یکی دیگرش هم آقام مسعود خان کیمیاییه. ما جزو تخم شکنای قیصریم. کیمیایی؟ آخه تو که فیلم گوزنای کیمیایی رو ندیدی جوون؟ چرا؟ یعنی تب تند گوزنا تو رو نگرفته؟ ای بابا میگه گنجش گکر اشی مشی لب بوم ما نشی، بارون میا تر میشی برف میاد گله میشی گنجی. ای بابا اصغر مارمو مارادونا، اصغر مارادونا معذرت خواهم، دوپینگ موپینگ چی میزنی؟ قربونت برم مارادونا خلافکاره نه من، اگه خلافکارم باشم این ماشین من خلافکار کرده، چون پاهم رفت زیرش پای راستم مصنوعی علامه نمیدی؟ یه دفعه هم آب جوش رادیاتور ریخت سرم، سرم رو سزوند، من نمیدی معیوب شدم پلا میزنم. ای آقا چی بگم؟ چی؟ برگشتی؟ 40 میلیون میدن؟ من دو برابرشو میدم، 80 میلیون برش گردونی. بابا قربون شما خدا نگهدار. چی گفت؟ چی گفت؟ بگم میریزی به هم؟ نه 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 بگو بگو. 80 میلیون. 80 میلیون. دور بزن اصغر مارمولک، دور بزن. هی وای من 80 میلیون، تو فکر می‌کنی گاف صندوق ارزششو داره واقعا؟ چاره‌ای نیست. میدونی که داریم ورشکست میشیم. میدونم. متاسفانه ما قدرت رقابت کردن به اونا رو نداریم. میدونم باهاشون چیکار کنم. برگردید دفتر. شاکت خانم 80 میلیون ستو ببالا. 80 میلیون. آقا جان این جردن پیما نیستا؟ قرچک پیماش هم به زوره، الان هم جوش آورده. چهار برابر میشه قیمتتون. باشه باشه آقا حله، کره میدیم چهار برابر. حله مشکل. حله بریم؟ بله حله. چی حله بریم؟ بعد پیاده شید هول بدید نگرد. ای بابا صد دفعه گفتم این ماشین های جنوب شهر به درد جردن نمیخورن، پیاده شو بابا.
حالا کجا جیشیم بیرون؟ کجا؟ آی فکم شکست بابا، همش تقصیر اون یاروی که خودش انداخته رو گاف صندوق. حالا میبینی؟ ببخشی چی ها میبینی؟ کجا؟ معلوم میشه. اینا رو ببخش، اونا رو ببخش، ما رو ببخش. پس دعوای خیابونی شما به خاطر همین گاه صندوق بود؟ آره گاه صندوق من اگه باز شه دست خیلی آروم میشه. راست میگه جناب سروان، من میدونم این آقا رئیس باند قاچاق مواد آرایشی غیر استاندارده. اصلا این آقا یه دزده. دروغ میگه، با خوش دزده. بذار این گاه صندوق باز شه چجوری رسوا میشه؟ آزاش مثلا داد میاد با جای خودش به هم توهین نکنید. میگم اینجا کلانتریه. خالیه. پس مدارکم کو؟ یواش برو، کسی نباشه. آزگان گوش کن چی دارم بهت میگیرم. بگیر صفر، حالا نه، بعدش یک، بگیر دو، گرفتی دو، بگیر هفت، بگیر شیش، حالا پنج، حالا پنج، نگیر پنج، ای داده بیداد. فهمیدی چی شد مشکان؟ مدارک پر، یعنی باد برده. شانس نداریم که. عیبی نداره قربونت برم، بلش کن. فکر میکنی نه خانی اومده نه خانی رفته. بریم بریم تا کسی نفته. میدونی که من تو هر کاری بیستم. زود باش زود باش، بازم عاشقم باش. از خودم راضیم و از خود راضی نیستم. زود باش زود باش، بازم عاشقم باش. تو جبل عاشق و من اولی بیستم. زود باش زود باش، بازم عاشقم باش. یه پنده پایین ترم حتی بنه نیستم. زود باش زود باش، بازم عاشقم باش. شدم عشقت حالا با یه کلمه، میدونی من فرق دارم با همه. کم نیاری نداره کاری، هرچی دوست داری من توی دستمه. هرچی خوبه من انتهاشم، خوب تونستم تو قلب تو جاشم. واسه عشق همه تلاشم، این همه خوبم که مال تو باشم. هرچی حسه من تو نگاهمه، رو به راه باش من رو به راهمه. تو یکی تو، تو زندگی تو، هرچی بگی تو که زود فراهمه. میدونی که من تو هر کاری بیستم. از
خودم راضیم و از خود راضی نیستم. جدول عاشقا من اول لیستم، یه پله پایین ترم حتی با نمیستم. میدونی من فرق دارم با همه، شدم عشقت حالا با یه کلمه. کم نیاری نداره کاری، هرچی دوست داری من توی دستمه. مطمئن باش با من شدی خوشبخت، همه چی سر جاش باشه خیالت تخت. تو رو دارم هوا تو دارم، من نمیذارم بگذره بهت زد. برای تو اسمم شانس میاره، تو عاشقی کارم حرف نداره. تو شده نبزید دیگه نمیگم بهت، میدونم که قلبت شده تیک پاره. خدای شکرت که برگشتم سر کار اصلی ما کنار دوستم. بزن دست قشنگ رو تا باشه از این شبا باشه.